خود خدا تو آیه 35 سوره مائده و امام هادی تو زیارت جامعه معرفی میکند آی مردم، یه گم شده شما واسطه بین شما و خداست و ما واسطه بین شما و خداییم. گم شده من و شماست. آیه رو بخونم، آیه 35 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. آی کسانی که ایمان آوردید، هم ایمان لازمه، هم تقوا لازمه، هم وسیله لازمه. امام صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه فرمودن نحن والله الوسیله، او وسیله‌ای که شما رو به خدا میرسونه ما اهل بیتیم. امام هادی تو زیارت جامعه کبیره میفرماید امناء الرحمن. آقا ما الان میخوایم بریم، خیلی مثالم پایینه ببخشید، یه مدیری، یه وزیری، یه وکیلی، یه استانداری، یه امام جمعه، یک مرجع تقلیدی رو میخوایم بریم زیارت کنیم، تو اولین مرحله نمیگذارن، میگن اول باید بیاید دفتر وقت بگیرید. این مسئول دفتر این آقا کیه؟ امین این آقاست. نامتون رو بدید، عریضتون رو بدید، وجوهاتتون رو بدید، مطلبتون رو بدید، ایشان به اون بزرگ میرساند. آی مردم، امام هادی تو این لسان میفرماید ائمه معصومین امامت و ولایت امناء الرحمانن، یعنی هر کسی میخواد مطلبی به خدا بگوید، بگوید یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. تو در خونه خدا آبرو داری، واسطه باشو، وسیله باش برای ما. گم شده من و شما تو ارتباط با خدا، هم تو معرفتمون، هم تو امور زندگیمون واسطه با خداست، وسیله با خداست و این وسیله امامت و ولایت است. هم تو معرفتمون، امیر المؤمنین فرمودن بنا عرف الله، مردم به وسیله ما اهل بیت شما خدا رو هم میشناسید. موسی سلام الله علیه بود که به اون چوپان یاد داد خدا کیه چیه، بلا چوپان داشت با خدا چجوری حرف میزد، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سره. خدا رو هم در قالب یک انسان تصویر کرده بود. ما اگر امام هادی نداشته باشیم که خدا رو هم نمیشناختیم. گم شده ما واسطه بین ما و خداست، حالا چه واسطه معرفتی چه واسطه شفاعتی، فرق نمی کن. اگر ما میخواهیم گم شدمون رو پیدا کنیم، باید تمسک به پیغمبر و آل پیغمبر داشته باشیم، باید بریم سراغ ولایت.